کتاب امیدوار باشید. بررسی از عهد جدید، اول پتروس. نوشته وارن ویرزبی، ترجمه عیسی دیباج. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ فصل سوم. پاک ماندن در دنیای آلوده. اول پتروس باب 1 آیات 13-21. در بخش اول این فصل ملاحظه کردیم که چطور پتروس بر راه رفتن در امید تأکید داشت، اما تأکید او در اینجا بر راه رفتن در تقدس است. این دو لازم و ملزوم همند و دوشادوش هم عمل می کنند، زیرا هر که این امید را بر وی دارد خود را پاک می سازد چنان که او پاک است. اول یوحنا باب 3 آیه 3. واژه مقدس در اصل به معنای متفاوت است. کسی که مقدس است آدم عجیب و غریبی نیست، بلکه شخصی متفاوت است. نحوه زندگی او با دیگران فرق دارد. سبک زندگیش نه تنها با شیوه زندگی گذشته‌ای که داشت فرق دارد، بلکه با سبک زندگی افراد بی ایمان اطرافش نیز فرق دارد. مقدس زیستن فرد مسیحی در نظر افراد گناهکار و گمگشته چیز عجیبی است، اما در نظر ایمانداران به هیچ وجه عجیب نیست. با این حال دشوار است که در این دنیا زندگی کرد و در این حال در تقدس نیز راه رفت. جو خداستیزانه‌ای که همواره پیرامون ماست و کتاب مقدس از آن به عنوان دنیا یاد می‌کند، همیشه به ما زور می‌گوید و می‌کوشد ما را همرنگ خود سازد. پتروس در این پاراگراف به خوانندگان خود 5 انگیزه روحانی می‌دهد تا شیوه زندگی متفاوتی داشته باشند و در دنیای آلوده در تقدس راه روند. 1. جلال خدا. مکاشفه عیسی مسیح اصطلاح دیگری است برای امید زنده و ظهور عیسی مسیح. مسیحیان در زمان آینده زندگی می کنند. اعمال و تصمیمات کنونی آنها را همین امید آینده تعیین می کنند. درست همانطور که زوجی که با هم نام زدند تمام نقشه های مربوط به زندگی آیندهشان را با توجه به ازدواجی که در آینده خواهند کرد برنامه ریزی می کنند. مسیحیان نیز در حال حاضر با انتظار دیدن مسیح زندگی می کنند. کمر دلهای خود را ببندید، یعنی اندیشه خود را آماده عمل سازید. فکر و ذهنی آماده و منضبط داشته باشید. تصویر در اینجا مربوط به کسی است که دامن ردای خود را زیر کمربندش محکم می کند تا بتواند آزادانه بدود. ما نیز وقتی افکار خود را بر بازگشت مسیح متمرکز می کنیم و همینطور نیز زندگی می کنیم، خود را از قید امور دنیوی متعددی که ذهنمان را به خود مشغول می سازد و مانع از پیشرفت روحانی ما می گردد آزاد می کنیم. احتمالاً پتروس به هنگام بکار بردن این تصویر به شام فصح نظر داشته است، زیرا کمی جلوتر از مسیح به عنوان بره یاد می کند. یهودیان در واقعه فصح می بایست غذای خود را با عجله می خوردند و آماده حرکت می بودند. نگرش نتیجه را تعیین می کند. طرز نگرش انسان تعیین کننده اعمال اوست. فرد مسیحی که چشم انتظار جلال خداست در مقایسه با مسیحی که نسبت به بازگشت مسیح بی‌اعتناست، انگیزه بسیار قوی تری برای اطاعت کردن از خدا در این دنیا دارد. چنین تفاوتی را آشکارا در زندگی ابراهیم و لوط شاهدیم. ابراهیم چشم ایمان خود را به آن شهر آسمانی دوخته بود و به همین جهت علاقه به زمین و ثروت این دنیا نداشت، اما لوط که لذت‌های دنیا را در مصر تجربه کرده بود به تدریج به سوی صدوم گام برداشت. ابراهیم برای خانه و خاندان خود برکت برمغان آورد، اما لوط داوری را بر خود و خانواده‌اش هموار ساخت. آری، نگرش نتیجه را تعیین می‌کند. و اما نه تنها باید ذهنی منضبط داشته باشیم، بلکه فکر و ذهنمان باید
هوشیار نیز باشد. منظور از واژه هوشیار در اینجا آرام، خیشتندار و باثبات است، یعنی ذهنی که امور را خوب می‌سنجد و سبک و سنگین می‌کند. متاسفانه بعضی‌ها چنان مجذوب نبوت و مطالب نبوتی می‌شوند که تعادل روحانی خود را از دست می‌دهند. این واقعیت که مسیح به زودی برمی‌گردد باید ما را تشویق کند که افرادی هوشیار و خردندیش باشیم. و این واقعیت نیست که شیطان همچون شیری قران در گردش است تا ما را فرو بلعد، دلیل دیگری برای هوشیار بودن است. هر کس که ذهنش به سبب مطالب نبوتی بی انضباط می شود و زندگیش از هم فرو می پاشد، در واقع ثابت می کند که نبوت کتاب مقدس را به درستی درک نکرده است. همچنین باید فکر و ذهنی امیدوار داشته باشیم. امید کامل در اینجا یعنی از هر جهت به طور کامل امید بستن. به عبارت دیگر نگرشی آکنده از امید داشته باشید. یکی از دوستانم روزی یادداشتی برایم فرستاد که بر روی آن نوشته شده بود: وقتی چشم‌انداز غمگین است به بالا چشم بینداز. به راستی که چه نصیحت خوبی! در تاریکی است که نور ستارگان ظاهر می شود. نتیجه داشتن چنین ذهنیت روحانی این است که فرد ایماندار فیض خدا را در زندگی خود تجربه می کند. البته واضح است که وقتی عیسی مسیح را ببینیم فیض را نیز تجربه خواهیم کرد. اما می توانیم همین امروز نیز که منتظر بازگشت او هستیم فیض را تجربه کنیم. ما محض فیض نجات یافته ایم و در تک تک لحظات زندگی ما نیز به فیض خدا نیاز داریم. منتظر بازگشت مسیح بودن باعث می شود که در شرایط سخت ایمان و امید ما تقویت گردد و همین امر مقدار بیشتری از فیض خدا را به ما منتقل می سازد. رساله تیتوس باب 2 آیات 10 تا 13 نیز یکی دیگر از قسمت هایی است که به تشریح رابطه بین فیض و آمدن عیسی مسیح می پردازد. 2. قدوسیت خدا. آنچه در اینجا استدلال می شود کاملا ساده و منطقی است. فرزندان طبیعت والدینشان را به ارث می برند. خدا مقدس است و از این رو ما نیز به عنوان فرزندان او باید زندگی مقدسی داشته باشیم. ما شریک طبیعت الهی هستیم و باید این طبیعت را با داشتن زندگی مقدس نشان دهیم. پتروس به خوانندگان خود یادآور می شود که قبل از ایمان آوردن به مسیح در چه وضعیتی به سر می بردند. آنان فرزندان معصیت یا نااطاعتی بودند، اما اکنون باید فرزندانی مطیع باشند. ثمره نجات واقعی همواره اطاعت است. و علاوه خوانندگان پتروس مشابه این جهان نیز بودند و اجازه داده بودند زندگیشان را معیارها و لذات این دنیا شکل دهد. همین اصطلاح در رومیان باب 12 آیه 2 به صورت همشکل این جهان شدن ترجمه شده است. کسانی که از نجات برخوردار نیستند به ما میگویند که میخواهند آزاد و متفاوت باشند و حالان که در واقع تنها از یکدیگر تقلید میکنند. علت تمام اینها جهالتی است که به گناه میانجامد. کسانی که نجات ندارند فاقد هوش و خردمندی روحانی هستند و همین امر باعث میشود خود را اسیر انواع و اقسام امیال دنیوی و گناه‌آلود سازند. از آنجا که ما با طبیعتی سقوط کرده متولد شده ایم، طبیعی است که زندگی گناه‌آلودی نیز داشته باشیم. طبیعت ماست که امیال و اعمال ما را رقم می‌زند. رفتار سگ و گربه متفاوت است زیرا طبایعشان با هم فرق دارد. اگر به خاطر فیض خدا نبود، هنوز هم در همان وضعیت گناه‌آلود و غم‌انگیز به سر می‌بردیم. اما او ما را فراخواند. یک روز عیسی پتروس و دوستانش را فراخواند و به آنها گفت: از عقب من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آنان با ایمان این دعوت او را پذیرفتند و همین امر باعث شد زندگیشان به کلی دگرگون شود. انجیل مرقس باب 1 آیه 17. شاید به همین خاطر است که پتروس در این رساله به کرات از واژه فراخواندن استفاده می کند. ما خوانده شده ایم تا مقدس باشیم. ما از ظلمت به نور عجیب او خوانده شده ایم. خوانده شده ایم تا زحمت ببینیم و از فروتنی مسیح نمونه بگیریم. در اوج جفاها خوانده شده ایم تا وارث برکت شویم. از همه بهتر به جلال ابدی او خوانده شده ایم. پیش از آن که ما نام خدا را بخوانیم
تا نجات یابیم خود خدا ما را فرا خواند. این همه یکسره از فیض است. اما حال که خدا از سر فیض خود ما گناهکاران را برگزیده تا مقدسین باشیم، این امر متضمن مسئولیت نیز هست. خدا ما را در مسیح برگزیده تا در حضور او مقدس و بی‌عیب باشیم. خدا ما را به سوی خود خوانده و او خدایی مقدس است. از این رو ما نیز باید مقدس باشیم. پتروس در تایید این توصیه خود به شریعت عهد عتیق استناد می کند. قدوسیت خدا عنصری حیاتی از طبیعت اوست. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. هر تقدسی که ما در کردار و شخصیت خود داریم از او سرچشمه می گیرد. اساساً مقدس بودن یعنی کنار گذاشته شدن برای استفاده و خوشنودی اختصاصی خدا. چنین تقدسی مستلزم جدا شدن از هر چیز ناپاک و اطاعت و سرسپردگی کامل نسبت به خداست. بر ماست که در تمامی گفتار و رفتار خود مقدس باشیم تا تمام اعمال و حرکات ما منعکس کننده قدوسیت خدا باشد. یک ایماندار واقعی هیچگاه امور دنیوی و امور مقدس را کنار هم نمی آورد، بلکه زندگی او تماماً مقدس است، زیرا هدف از زندگیش جلال دادن خداست. حتی امور عادی و روزمره‌ای چون خوردن و نوشیدن نیز می تواند برای جلال دادن خدا انجام شود، و اگر انجام کاری به جلال یافتن خدا منجر نمی شود، می توانیم مطمئن باشیم که آن کار خارج از اراده خداست. 3. کلام خدا. مکتوب است عبارتی است که برای فرد ایماندار دارای مرجعیت و اقتدار فوق‌العاده است. خداوند ما از کلام خدا استفاده کرد تا شیطان را مغلوب سازد و ما نیز می توانیم همین کار را بکنیم. انجیل متی باب 4 آیات 1-11. اما کلام خدا نه تنها شمشیری است به هنگام نبرد، بلکه نیز نوری است که ما را در این دنیای تاریک هدایت می کند. خوراکی است که به ما نیرو می بخشد و آبی است که ما را می شوید و پاک می سازد. کلام خدا در زندگی ایمانداران واقعی عملی تقدیس کننده انجام می دهد. کسانی که در کلام خدا شادی می کنند، در آن تفکر و تعمق می نمایند و در پی اطاعت از آنند، هدایت و برکت خدا را در زندگی خود تجربه می کنند. کلام خدا ذهنیت خدا را بر ما مکشوف می سازد. بنابراین باید آن را بیاموزیم. قلب خدا را بر ما نمایان می سازد. بنابراین باید آن را دوست بداریم و اراده خدا را به ما نشان می دهد. بنابراین باید مطابق آن زندگی کنیم. تمامی وجود و موجودیت ما، اعم از ذهن و اراده و دل ما، باید تحت کنترل کلام خدا باشد. پتروس در اینجا از کتاب لاویان نقل قول می کند: مقدس باشید زیرا من قدوس هستم. آیا این بدان معناست که شریعت عهد عتیق امروزه نیز برای مسیحیان دوران عهد جدید لازم الاجراست؟ به خاطر داشته باشید که مسیحیان اولیه تا مدتها کتابی به اسم عهد جدید در اختیار نداشتند. تنها کلامی که از خدا در اختیار داشتند عهد عتیق بود و خدا با استفاده از همین کلام آنان را هدایت و تقویت می‌کرد. درست است که ایمانداران به مسیح امروزه دیگر تحت قوانین و تشریفات شریعتی که به قوم اسرائیل داده شد زندگی نمی کنند، اما حتی همین قوانین نیز بیانگر اصول اخلاقی و روحانی مهمی است. 9 حکم از 10 فرمان در رسالات عهد جدید تکرار شده است و از این رو باید از آنها اطاعت کرد. حکم مربوط به نگاه داشتن روز سبت منحصراً به قوم اسرائیل داده شد و از این رو دیگر برای ما کاربرد ندارد. نگاه کنید به رساله رومیان باب 14 آیات 1-9. ما با خواندن و بررسی عهد عتیق در مورد شخصیت و کارهای خدا مطالب بسیار مهمی می‌آموزیم و می‌توانیم در قالب نمونه و سمبل به حقایق بسیار مهمی پی ببریم. اولین قدم در جهت پاک ماندن در دنیای آلوده این است که از خود بپرسیم کتاب مقدس در این خصوص چه می‌گوید. در کتاب مقدس اصول، مبانی، وعده‌ها و شخصیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند امروزه در تصمیم‌گیری‌هایمان به ما کمک کند. اگر ما واقعاً خواهان اطاعت از خدا باشیم، او حقیقت خود را به ما نشان خواهد داد. اگرچه شیوه عملکرد خدا ممکن است در آثار مختلف تغییر کند،
اما شخصیت او همان است و اصول روحانی او هیچگاه عوض نمی شود. ما کتاب مقدس را تنها برای خبره شدن در کتاب مقدس مطالعه نمی کنیم، بلکه برای این مطالعه می کنیم که از این طریق خدا را بهتر بشناسیم. چه بسا دانشجویان کتاب مقدس گاه آنقدر به یادداشت برداری و تهیه فهرست از کتاب مقدس می پردازند که شناختن حقیقی خود خدا را به کلی از یاد می برند. بنابراین خوب است کلام خدا را فرا بگیریم، اما این کار باید ما را در شناخت بهتر خدای کلام یاری دهد. 4. داوری خدا. ما باید به عنوان فرزندان خدا گناه را بسیار جدی بگیریم و همواره مقدس دیست کنیم. پدر آسمانی ما پدری مقدس و عادل است. او با گناه سازش نمی کند. خدا رحیم و بخشنده است، اما در این حال با محبت و مهربانی به تأدیب ما نیز می پردازد، زیرا نمی تواند اجازه دهد فرزندانش از گناه لذت ببرند. او به خاطر همین گناه بود که پسرش را فرستاد تا در راه ما بر روی صلیب قربانی شود. اگر خدا را پدر خطاب می کنیم، باید منعکس کننده طبیعت او نیز باشیم. اما ببینیم این داوری که پتروس راجع به آن می نویسد چگونه داوری است. آنچه در این داوری محک زده می شود اعمال فرد ایماندار است. این داوری هیچ ربطی به موضوع نجات ندارد، جز اینکه نجات باید به انجام اعمال نیک منجر شود. هنگامی که ما به مسیح ایمان آوردیم، خدا گناهان ما را بخشید و ما را در پسر خود عادل اعلام کرد. گناهان ما پیشاپیش بر روی صلیب مورد داوری قرار گرفت و از این رو دیگر علیه ما به کار گرفته نمی شود. اما به هنگام بازگشت عیسی مسیح داوری آغاز خواهد شد که تخت داوری مسیح خوانده می شود. هر یک از ما به خاطر کارهایی که کرده ایم حساب پس خواهیم داد و بر این اساس پاداش یا کیفر خواهیم دید. این یک داوری خانوادگی است که در آن پدر به حساب فرزندان محبوبش رسیدگی می کند. واژه یونانی که به داوری کردن ترجمه شده است به معنای داوری کردن جهت یافتن چیزی خوب است. خدا انگیزه هایی را که از خدمت به او داشته ایم مورد کندوکاو قرار می دهد. او قلوب ما را می آزماید، اما او این اطمینان را نیز به ما می دهد که هدفش این است که خود را از طریق زندگی و خدمات ما جلال دهد و آنگاه همگان او را مدح خواهند گفت. به راستی که چه اطمینان دلگرم کننده ای. همچنان که ما در زندگی مسیحی خود رشد می کنیم، خدا عطایا و امتیازات فراوانی در اختیار ما می نهد، اما هیچگاه این امتیاز را به ما نمی دهد که از او نااطاعتی کنیم و مرتکب گناه شویم. او هرگز فرزندان خود را لوس و بد عادت بار نمی آورد. احترام او نسبت به انسانها نیست. خدا از کسی طرفداری نمی کند و رشوه نمی گیرد. خدا تبعیض قائل نمی شود. حتی سالها اطاعت از خدا نمی تواند یک ساعت نااطاعتی از او را توجیه کند. اگر یکی از فرزندان خدا از او نااطاعتی کند، خدا او را مجازات خواهد کرد. اما وقتی همین فرزند از خدا اطاعت می کند و او را با محبت خدمت می نماید، خدا این را می بیند و پاداش می دهد. پتروس به خوانندگان خود یادآور می شود که بر روی این زمین غریبند. زندگی کوتاه‌تر از آن است که بتوان آن را با گناه و نااطاعتی به هدر داد. لوط درست هنگامی که دیگر نخواست در شهر سدوم غریبه باشد، بلکه به اصطلاح مقیم آن شهر شد، تمرکز و نیز شهادت خود را از دست داد و تمام چیزهایی که به خاطرشان زندگی می کرد دود شد و به هوا رفت. بنابراین همواره به خود یادآور شوید که در این دنیا غریب و بیگانه. از آنجا که پدر آسمانی ما فرزندان خود را مادام که بر روی این زمینند در کمال محبت تأدیب می کند و در آینده نیز اعمالشان را مورد داوری قرار می دهد، فرزندان او باید در قبال پدر آسمانیشان خدا ترسی پیشه کنند. منظور ترس بزدلانه برده از ارباب خود نیست، بلکه ترسی که در اینجا مورد نظر است، ترس توأم با احترام فرزند است در حضور پدر. ترسی که بر محبت مبتنی است. این ترس، ترس از داوری نیست، بلکه ترس از این است که مبادا در ازای محبت خدا نسبت به او گناه ورزیم و او را از خود مایوس سازیم. به دیگر بیان مراد خدا ترسی است، احترامی پرهیبت نسبت به پدر آسمانی.
من گاهی اوقات احساس می‌کنم مردم امروزی به هنگام صحبت کردن درباره خدا یا سخن گفتن با او بیش از حد لحنی بی‌تفاوت یا حتی گستاخانه در پیش می‌گیرند. اسقف وستکات تقریباً یک قرن پیش چنین اظهار داشت: هر سال که می‌گذرد از مشاهده لحن گستاخانه‌ای که مردم به هنگام سخن گفتن در مورد امور روحانی به کار می‌برند بیش از پیش بر خود می‌لرزم. این اسقف خداترس کجاست که گستاخی مردم این روزگار را ببیند؟ رقاصه دنیوی خدا را مردی که آن بالا هاست می‌خواند و یکی از بازیکنان بیسبال او را یانکی بزرگ توی آسمان‌ها لقب می‌دهد. یهودیان زمان عهد عتیق چنان از خدا می‌ترسیدند که حتی به خود جرأت نمی‌دادند نام مقدس او را بر زبان آورند و حال ما امروزه با چنین بی‌تفاوتی و بی‌احترامی در مورد خدا سخن می‌گوییم. در دعاهای گروهی‌مان گاه چنان صمیمی می‌شویم که معلوم نیست می‌خواهیم درخواست‌هایمان را به حضور خدا آوریم یا اینکه صمیمیت‌مان را با خدا به رخ دیگران بکشیم. 5. محبت خدا. این محبت والاترین انگیزه برای مقدس زیستن است. پتروس در این پاراگراف تجربه نجات خوانندگان خود را به آنان یادآور می‌شود. همه ما نیز نیاز داریم واقعیت نجات خود را به طور مرتب به یاد بیاوریم. یکی از دلایلی که عیسی مسیح آیین شام خداوند را برای ما به یادگار گذاشت نیز همین است، تا قوم او به طور مرتب به یاد بیاورند که او در راه آنان مرد. توجه کنید پتروس چه نکاتی را به خوانندگان خود یادآور می شود. او نخست به آنان یادآور می شود که در گذشته چه بودند. آنان در ابتدا بردگانی بودند که می بایست آزاد شوند. واژه بازخرید شدن برای ما یک اصطلاح الهیاتی است، اما برای کسانی که در امپراتوری روم قرن اول زندگی می کردند معنای به خصوصی داشت. در آن زمان احتمالاً قریب به 50 میلیون برده در امپراتوری روم وجود داشت. بسیاری از این بردگان به مسیح ایمان آوردند و در جوامع محلی با دیگر ایمانداران مشارکت داشتند. برده ها می توانستند در صورت جمع‌آوری پول کافی آزادی خود را خریداری کنند. این امکان نیز وجود داشت که اربابی برده خود را به شخص دیگری بفروشد و آن وقت شخصی که برای خرید آن برده بها پرداخته بود او را آزاد کند. بنابراین بازخرید کردن در آن روزگار کار بسیار گرانبها و ارزشمندی بود. ما هیچگاه نباید بردگی گناه را از یاد ببریم. موسی مصرانه از قوم اسرائیل می‌خواست همواره به یاد داشته باشند که روزگاری در مصر اسیر و برده بودند. نسلی که از قوم اسرائیل در بیابان مرد بردگی مصر را فراموش کرده بود و همیشه می‌خواست دوباره به آن سرزمین برگردد. ما نه تنها به عنوان برده زندگی می‌کردیم، بلکه این زندگی برده‌وار ما پوچ و باطل نیز بود. پتروس این نوع زندگی را شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده اید می‌نامد و در باب 4 آیات 1-4 بیشتر به توصیف آن می‌پردازد. این افراد در آن زمان فکر می‌کردند زندگی پربار و شادی دارند و حالان که در واقع زندگیشان پوچ و فلاکتبار بود. امروزه نیز مردمی که نجات نیافتند کورکورانه به خاطر چیزهایی زندگی می کنند که بدل و جعلی اند. در دوران خدمتم در کانادا به زنی برخوردم که در جوانی قلب خود را به مسیح داده بود، اما رفته رفته در زندگی اجتماعی غرق شده بود و این زندگی به نظرش بسیار هیجان انگیز و ارضا کننده می آمد. یک روز به قصد رفتن به یک مهمانی کارتبازی با اتومبیل خود مشغول رانندگی بود. در اتومبیل از قضا توجهش به مطالبی جلب شد که از یک ایستگاه رادیویی مسیحی پخش می شد. گوینده رادیو می گفت: برخی از شما زنان اطلاعاتتان راجع به کارتبازی بسیار بیشتر از آگاهی است که از کتاب مقدس دارید. این کلمات آن زن را به خدا آورد و خدا از این طریق با قلب او صحبت کرد. او به خانه رفت و از آن لحظه به بعد زندگی خود را کاملا وقف خدا کرد. او به پوچی و حماقت زندگی که خارج از اراده خداست پی برد. پتروس نه تنها به خوانندگان خود یادآور شد که در گذشته چه وضعیتی داشتند، بلکه کاری را نیز که مسیح برای آنها کرد به ایشان یادآوری شد.
مسیح خون گرانبهای خود را ریخت تا ما را از بندگی گناه بازخرید کند و برای همیشه آزاد سازد. بازخرید کردن یعنی آزاد کردن از طریق پرداخت بها. یک برده را میشد در ازای پرداخت مبلغ پول آزاد کرد، اما هیچ مقدار پولی قادر نیست گناهکاری گمگشته را آزاد سازد. تنها خون عیسی مسیح قادر است ما را بازخرید نماید. پتروس زحمات مسیح را به چشم خود دیده بود و در این رساله اغلب به قربانی مرگ مسیح اشاره می کند. پتروس آنگاه که مسیح را بره می خواند، یکی از تعالیم عهد عتیق را به خوانندگان خود یادآور می شود که در دوران اولیه کلیسا بسیار مهم بود و امروزه نیز باید برای ما دارای اهمیت بسیار باشد. این تعلیم همان آموزه کفاره است، یعنی یک قربانی بیگناه جان خود را در راه فرد گناهکار فدا می کند. آموزه کفاره را اولین بار در پیدایش فصل 3 می بینیم. در این قسمت می خوانیم که خدا حیواناتی را کشت تا از پوست آنها برای آدم و حوا لباس درست کند. سپس قوچی را می بینیم که به جای اسحاق قربانی شد و بره پسح نیز به نیابت از هر یک از خانواده های قوم یهود کشته می شد. مسیح موعود در اشعیا فصل 53 به عنوان بره بیگناه معرفی می شود. در پیدایش باب 22 آیه 7 اسحاق می پرسد بره قربانی کجاست؟ و یحیای تعمید دهنده آنگاه که به عیسی اشاره کرد و گفت اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد، به این سؤال پاسخ داد. در آسمان آنان که به خون بره خریده شدند و نیز فرشتگان یک صدا می سرایند، جلال و حرمت از آن بره است. مکاشفه باب 5 آیات 11 تا 14. پتروس آشکارا خاطر نشان می سازد که مرگ مسیح نه امری تصادفی بلکه واقعی بود که از قبل تعیین شده بود. آری، مرگ مسیح پیش از بنیاد عالم توسط خدا مقدر شده بود. از دید انسانی خداوند ما را بی‌رحمانه کشتند، اما از دید الهی مسیح جان خود را در راه گناهکاران فدا کرد. اما او از مرگ برخاست و اکنون هر کس که به او ایمان آورد تا به ابد نجات خواهد یافت. وقتی در مورد قربانی که مسیح در راه ما انجام داد تفکر می کنیم، طبیعی است که بخواهیم از خدا اطاعت کنیم و برای جلال او زندگی مقدسی داشته باشیم. دختر جوانی به نام فرانسیس ریدلی هاورگال تصویری از مسیح مصلوب دید که زیر آن نوشته شده بود من از بحر تو چنین کردم، تو از برایم چه کرده ای؟ این دختر جوان بیدرنگ با الهام از این تصویر شعری سرود، اما از شعری که گفته بود راضی نبود و بنابراین آن را در آتش افکند. اما آن شعر در آتش نسوخت و فرانسیس بعدها به پیشنهاد پدرش آن را منتشر کرد. متن این سرود معروف بدین شرح است: دادم جانم بهرت، ریختم خون گرانبهایم تا تو را فدیه دهم، از مرگ رهاییت بخشم. دادم جانم بهرت، چه دادی تو بهرم. براستی که چه پرسش به جایی. امیدوارم بتوانیم در حضور خداوند پاسخ خوبی برای این پرسش داشته باشیم. پایان فصل 3. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست.